یه ضرب مسئله گفتن خواستگاری رفته طرف، گفتن آقا موضوع چه، گفت 50% حله، گفتن موضوع چه، گفت والا من راضی ام، حالا طرف مونده. ما در موضوع کردستان ما 50% حله، ما راضی هستیم، والا طرف مقابلمون ببینیم تا کی به این اصل میرسن که بتونیم ما زندگی مشترک داشته باشیم. امیدواریم که واقعا همین تقویت همبستگی هم میشه سرلوحه کار هممون قرار بگیریم. در موضوع دومی که ما به نقض حقوق بشر بپردازیم، در مورد ایران در هفته‌ای که گذشت، در ادامه دستگیری شهروندان ایرانی توسط نیروهای امنیتی این کشور، یک زندانی و یکی از اعضای خانواده زندانی های دهه 60 ایران دستگیر شد. شاید برای شما نزدیکتر باشه چون شما قبل از دهه 60 هم زندانی بودید و دهه 60 این موضوع دوباره نو کردن کسی رو بی‌نصیب نگذاشتن، از اقشار کارگر، دانشجو، مهندس، روحانی و حالا کسانی که در دهه 60 زندانی بودن. به اضافه اونها 12 زندانی سیاسی در زندان اوین تهران در اعتراض به درگذشت حالی صحابی و هدی صابر دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند. این موضوع دوباره دستگیری ها ادامه داره و همه افزایش هم پیدا کرده و به اضافه کسانی که در دهه 60 زندانی بودن، چه سیاستی پشت این موضوع خوابیده به نظر شما؟ من یه چیز کوچیکی تو پرانتز بگم که دستگیری من البته به رژیم گذشته مربوط میشه و حالا خوشبختانه یا متاسفانه در بالاخره این رژیم ما گرفتار زندانشون نشدیم و اینجا جا داره که واقعا یاد بکنم از رفقا و دوستان بسیاری که داشتیم که در همون دهه 60 که اشاره کردید بازداشت شدن و بسیاری از اونها امروز در میان ما نیستند، مبارزینی که چیزی جز همین آزادی، برابری و رفع تبعیض و وجود عدالت رو در جامعه نمیخواستن و به شکل‌های مختلف اعدام شدن که بزرگترینش اعدام‌های سال 67 بود. ولی خود همین موضوع بعدها تبدیل شد به این که هر کسی که یک بار پاش به زندان رسیده بود همیشه باید به قول معروف استخونش توی گوشتش می‌لرزید که اگر تقیب توقی می‌خورد دوباره سراغش می‌آمدن و مدت‌ها هم باز این مسئله عمل می‌کرد که هر کسی که یک بار قبلا پاش به زندان رسیده بود دوباره اگر دستگیرش می‌کردن به هر دلیلی، حتی میرفت پای اعدام بدون این که دستگیری دوم خیلی اتهامی برش سوار بود کرده باشن، حتی همین که رفته تو زندان و یک بار قبل تر در زندان جمهوری اسلامی بوده خودش باز یک جرمی بود که میتونست تا پای اعدام ببره. ولی در هر حال متاسفانه خب زندان با جمهوری اسلامی عجین شده، هرچی میام جلوتر ترکیب زندانی ممکنه تغییر بکنه از نظر گرایش‌های فکری سیاسی. مثلا در خب دوره‌های اولیه انقلاب کسانی که از همون ابتدای انقلاب با این حکومت جمهوری اسلامی توافق نداشتن و تلاش کرده بودند که مبارزاتشون رو در راستای اهداف عدالت طلبان آزادی خواهانشون به شکل‌های مختلف سازمان بدن، اونها مشمول این نوع سرکوب‌ها شدن و بسیاری از کسایی که امروز خودشون در زندان‌ها هستند و یا سرکوب در موردشون داره اعمال میشه و یا احزابشون به عنوان احزاب منحل اعلام میشه، اون زمان کادرها و سازندگان این سیستم و حکومت بودن، بعضی‌هاشون حتی عناصر دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی بودن و در دستگیری بخش‌های قبلی سهم بسزایی داشتن. ولی خب جامعه ما تغییر کرد، تحول پیدا کرد، آگاهی، رشد آگاهی در جامعه افزایش پیدا کرد و بخش بزرگی از همونها که به دنبال یک آرمانی بودن، یعنی اونها هم اگرچه مثلا جریانات چپ و کمونیست دنبال یک آرمانی بودن، آرمان یک جامعه بی طبقه و تبعیض از هر جهت رفع بشه، خب اینها هم بخشنشون دنبال یک آرمانهایی بودن که وعده داده میشد، جامعه بی طبقه توحیدی بهشون وعده داده میشد و گفته میشد که جمهوری اسلامی دیکتاتوری نخواهد بود، خیلی از این وعده ها داده میشد. بخش بزرگی از اینایی که امروز به نظرم به این جنبش های اخیر پیوستند کسانی هستند که این آرمان ها رو که داشتن دیدن که
در حداقل این حکومت متحققشون نیست. بعضی هاشون به این نتیجه رسیدن که کلن یک حکومت دینی نمیتونه پاسخگوی یک جامعه دموکراتیک باشه. بعضی هاشون تا این حد نقد گذشتشون رو پیش بردن. ولی بسیارشون هم هستند که نه، همچنان در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی تصورشون بر این است که میتوانند با روش دیگری، چون ما ازشون خیلی راه حل‌های مربوط به تغییر قانون تو قانون اساسی و یا قوانین حتی مدنی و دیگران رو ازشون ندیدیم، یعنی پیشنهادات زیادی ازشون ندیدیم که بگن مثلا در این جهت باید اصلاح انجام داد. چون اصلاح وقتی صحبت کنیم باید به طور مشخص طی یک پروژه، یک برنامه و یک هدف‌های مشخصی ارائه بشه. ما اینها رو از این بخش آخر ندیدیم، ولی خودشون مطرح میکنن که روش حکومتداری متفاوتی رو پیش خواهند گرفت، یا تصورشون بر این است که قانون اساسی یک بخش‌هایش که به دیکتاتوری میانجامد داره اجرا میشه و بخش‌هایش که به حقوق ملت میتونه منجر بشه اونها اجرا نمیشه. در هر حال اینها هم امروز مشمول زندان شدن و شرایطی به وجود اومده که خب دیگه حالا به قول معروف دیگه شطور داره در خونه کسانی مثل دوربری های آقای احمدی نژاد و شاید فردا آقای احمدی نژاد بخوابه. این به اینجا هم رسیدن، ولی نه انگیزه های مبارزه همه یکی بوده و نه راه حل هایی رو که پیشنهاد میکردن. ولی چون رژیم رژیمی سرکوبگر، رژیمی است توتالیتر، رژیمی است که هیچ نوع صدای دیگری رو بر نمیتابد، طبیعتاً به مرور مرتب بخشای رو جامعه رو حذف کرده و امروز به یک جایی رسیده. الان طوری شده که خب میبینید که دیگه اعدام کردن برای جرم سیاسی و حکم اعدام دادن یه مقدار مشکل تر از گذشته ها شده. بعد زندانی تو زندان سر به نیست میشه. مثلا آقای هدی صابر تقریبا نباید تردید داشت که تمایل حکومت به این بوده که ایشون از بین بره، چون با رفتاری که ایشون به لحاظ سیاسی داشت در همون چارچوب میگنجه که اشاره کردم. ایشون شخصیتی است که اگر به انقلاب اسلامی پیوست که واقعا یک عدالتی در جامعه به وجود بیاد. و از زمانی که ایشون آقای صابر به این نتیجه رسید که این راه فقط به دیکتاتوری بدتر و مالندوزی گروه ها و باند ها و تیم های وحشیانه تر منجر شده، راهش رو جدا کرد و تلاش کرد که به سهم خودش تو جامعه نقشی و کسانی که هم فکرشون هستن. و نتیجهش این شده که ما میبینیم که خیلی بی سر صدا تحت عنوان یعنی نرسیدن به مریض، که به نظرم فقط اون نیست، مثلا در مورد حاله صحابی مریضی نبود بلکه حمله‌ای که توی تظاهرات که چرس کنم توی مراسم تشییع جنازه بهشون شد. و الان ما میبینیم که 12 زندانی که دیروز صحبت شد 6 تا دیگه هم بهشون پیوستن. اینها باز احتساب قضا کردن و سرنوشت این تعداد هم نامعلوم است. یعنی حکومت همینجور که اشاره کردم خواهان محو کسانی است که نوع دیگری میاندیشن و مخالف خودش میشناسه و بر نمیتابه. حالا میمونه که مثلا چه حرکتی از طرف دیگران صورت بگیره که این حرکت‌های مثل اعتصاب قضا بتونه تاثیر داشته باشه. دیگران که گفتی در موضوع گزارشگر، تعیین گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران آقای احمد شهید به این عنوان انتخاب شدن و سیاستگزاران خارجی ایران و علل خصوص سیاستگزاران مجلس، هم هر دو طرف، هم سیاستگزار دولتی و مجلسی، با این موضوع مخالفت کردند. تنها کسی که میتونه صدای اینها رو رسما، کسی که به عنوان یک مقام رسمی باشه و گزارشی دقیق تعیین بکنه، این شاید این گزارشگر ویژه سازمان بشر باشه اگه به عنوان یک سازمان جهانی عمل بکنه، ولی مخالفت کردن. این موضوع رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ ببینید واقعیتش اینه که یه شروطی، یعنی جمهوری اسلامی ظاهرا با نماینده‌هاش که در این شورای حقوق بشر شرکت کرده بودن سعی کردن پوزی بگیرن که گویا میخوان با سازمان ملل و شورای حقوق بشر همکاری بکنن. این چنین ادعایی رو هم مطرح کرده بودن، به طوری که بعدا شنیدیم این که یه شروطی هم حتی تعیین کرده بودن که
اگر نماینده‌ای بخواد انتخاب بشه، چون دیده بودن که در هر حال شورای حقوق بشر داره میره در این سمت که نماینده تعیین کنه، شروطی تعیین کرده بودن که مرد باشه، مسلمان باشه و عرب نباشه. من البته وقتی اولین بار این رو خوندم عرب رو فکر کردم منظور غربه. بله. شاید من اشتباه میخونم، چون خب میدونیم اینا همیشه غرب رو بالاخره یه نقطه کم داره با عرب. واقعا این شک ایجاد میکنه که غرب واقعا به تو میگم که این که تو مخیله من نمیگنجید که دیگه چرا با عرب هم مخالفن. خود این شما اینو اول در نظر بگیرید، خود این سه شرط نقض حقوق بشره. الان ما تو قسمت اول صحبتمون صحبت از رفع تبعیض کردیم. بله. سه تا تبعیض تو اینه. بله. مرد بودن. بله. چرا زن نه؟ بله. مسلمان بودن چرا که نمیتونه از ادیان دیگه ای باشه؟ بله. عرب بودن چرا نمیتونه عجم باشه یا غربی بله. باشه یا شرقی باشه یا چینی باشه؟ با چین و اینا که میانشون هم خوبه، کسی نمیمونه در این موضوع. چون که بیشتره کسی در که در هر حال ببینید با توجه به همین شروط این شورای حقوق بشر فکر میکنم با توجه به این که براش اهمیت داشت که بالاخره نماینده انتخاب میکنه بتونه همکاری جمهوری اسلامی رو جلب بکنه، کسی رو انتخاب کرد که احمد هست، شهید هم هست ولی مسلمان نیست. مسلمان هم هست ولی عرب نیست. مرد هم هست ولی عرب نیست. در هر حال عرب نیست. شروط سگانه جمهوری اسلامی تامین کرد. بعد آقایون انگار استخاره کردن و چرتکشون انداختن، دیدن که وضعیتشون خرابتر از اینه که بتونن به ایشون هم ویزایی بدن که بیاد ایران و بره از زندانها از این وضعیت دیدار بکنه. چرا؟ به اعتقادم اینه که وضعیت در ایران اونچنان آشفته است و نقض حقوق بشر اونچنان ابعاد گسترده در زمینهای مختلف گرفته و ناامنی هم بهش اضافه شده. یعنی شما تو مثلا مدت‌های پیش عمدتاً در فعالیت‌های سیاسی بود که ما گزارشاتی داشتیم وحشتناک، ولی الان در زندگی عادی و روزمره مردم ما شاهد جنایت‌های بزرگی در جامعه هستیم که معلوم نیست سرنخش به کجا وصله. اون چی که در خمینی شهر گذشت، اون چی که در بله داریم نور هم بله شهرهای دیگه گذشت، اینها هم داره در جامعه اتفاق میفته. مسائلی است که من فکر کنم اینها یه مقدار از این زاویه فکر کردن که خب چه چیزی دارن که بتونن به گزارشگر سازمان ملل ارائه بکنن، چون گفته بودن که باش همکاری میکنیم، خب باید بالاخره نمونه هایی رو نشون بدن. از این جهت فعلا دوباره آقای صادق لاریجانی گفته که این سیاست ما نیست که نماینده بپذیریم و کمیسیون مربوطه در مجلس هم مخالفتشو اعلام کرده. تا الان فردی هم از کمیسیون به اصطلاح حقوق بشر اسلامی مخالفتشو اعلام کرده. یعنی کمابیش تا الان اون چیزی رو که ما دیدیم این بوده که دارن مخالفت میکنن، ولی به نظرم میرسه که مجبورن بپذیرن نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل رو مجبورن بپذیرن، برای اینکه امروز ابزارهایی که در دست این شورا و نمایندش هست بسیار گسترده هست. یعنی مثلا اگر در همون دهه 60 که شما صحبت کردید حتی ملاقات کردن با زندانی مشکل بود، امروز بالاخره همون حتی در زندانهای جمهوری اسلامی نامه‌هایی میاد بیرون، گزارشاتی میاد بیرون و اون درد و رنج و شکنجه‌ای که بر زندانیا رفته ما می‌بینیم که می‌نویسنش و این کارها رو بازم میشه کرد. یعنی کسانی که در ایران هستن به شکل‌های مختلف مشمول این سرکوب قرار می‌گیرن و یا کسانی که در جریان تمام این سال‌ها و به خصوص در همین دو ساله در اقداماتی که صورت گرفته و کهریزک‌ها نمی‌دونم رجای شهرها بقیه زندانهایی که صورت گرفته، خب اینا بخشانشون هم به خارج اومدن ولی اونهایی هم که در ایران هستن میتونن ابزارهایی رو پیدا بکنن و حتما نماینده شورای حقوق بشر اگر نتواند به ایران آخرش بره، من فکر میکنم ابزارهایی رو ایجاد خواهد کرد که این امکان تماس بتونه برقرار باشه با توجه به رسانه‌هایی که امروز هست و تمام اینها باعث میشه که گزارشی تهیه بشه که این گزارش یک طرف قضیه رو حداقل داره. یعنی اون چیزایی رو که مربوط به نقض حقوق بشر هست رو